بعضی هم سر شب نیت میکنن میخوابن، سحرم پا نمیشن، افطار زیادتر میخورن، از توفیقات سحر محرومن بیچارا. اصل روزه ما رمضان برای اینکه سحر آدم پاشه. بعضی ها شنیدم سحر همون افطار که میخورن زورشون میاد سحر پاشن، پا نمیشن. سحر خوبه. حتی اونایی که روزه نمیگیرن بهشون بگید سحری پاشن. مریضه پاشه سحر، دعا بخونه، نماز شب بخونه، قرآن بخونه، دعا سحر بخونه، نخوابه. بعضی ها دیگه کم توفیقن، مارمزونی که باید سحر پاشن پا نمیشن. همون سر شب افطار که میخوره نیت میکنه روزه فردا رو. اب نداره، روزش درسته، اما از اون سحر استفاده نکنه این علامت نشانه شقاوته، نشانه بدبختیه. این شعر چند دفعه خیلی هم من شنیده خیلی ها. دوش مرغی به صبح می نالید، شاعر میگه، میگه دیشب یه مرغی ناله میکرد سحر، من عقل و صبرم ببرد و طاقت هوش، من بیهوش شدم. اون داره نماز شب میخونه ناله میکنه، من خوابیدم. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، که رفقا دید من قش کردم بیهوش شدم، اومد به من گفت گمان نمی کردم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش، مرغ داره ناله میکنه تو بیهوش شدی. میدونی چی جواب داد؟ گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گویان و من خاموش. دقیق فهمیده بود، مرغ تسبیح گویان و من خاموش. تقدر بدبختیه که اونا بیدار باشن، خروس بخونه، دکر خدا بگه و من شما بخوابیم. اون وقت دوره سال که میخوابه یه مارمزون هم میخوابه، افطار میخوره سحر زور هم میاد پاشن، همون افطار میخوره نیت میکنه میخوره. روزه گیرا رو میگم، آره اونا که روزه نمیگیرن که التماس دعان، اونا که روزه میگیرن تازه بعضی ها شنیدم زورشون میاد سحر پاشن، پاشین. یعنی چند دفعه از من شنیدین گفتن یک کسی روزه نمیگرفت مقید و سحر پاشه و بخوره. بهش گفتم با تو روزه نمیگیری دیگه سحر چرا پا میشی؟ و آخه من اگه سحر پا نشم روزه که نمیگیرم، اگه سحرم پا نشم کافر مطلقم. یه مطلبی سا واقعا گفت من اگه سحرم پا نشم، حالا که روزه نمیتونم بگیرم مریضم، اگه سحرم پا نشم کافر مطلقم. یه مطلبیه واقعا. سحر توصیه کنید، مخصوصا بعضی دختری در 12 ساله داره میگه پشت صحیفه بخور بخواب. با پشت مادر پدر پاشین این دختر 12 ساله رو تشویق کنین، اصلا نگیر ما روزه نیستیم به او، نگیر ما مریضیم روزه نمیگیریم، سحری بخوریم با او.